بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان فارسی زبان در هر کجای دنیا که هستید عزیزان و بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. انشالله که همواره صحتمند و سلامت باشید. بسیار بسیار خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. عزیزان، یک روز چهارشنبه دیگر است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم عالمی بزرگوار هستم و از حضور ایشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم عالمی، بسیار بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، ما همطور که شما بزرگواران میدانید در روزهای چهارشنبه موضوع برنامه شما، برنامه روشنا، مسئله حجاب هست و سوالاتی که ممکنه پیرامون این مسئله در ذهن انسان ایجاد شوه و یا شاید هم شما این سوالات در ذهن خود شما هم ایجاد شده باشه و بخواید که پاسخ این سوالات را بدانید. یک چند مسئله در برنامه گذاشته مطرح کردم و انشالله در این برنامه هم قصد ما است که یک دو پرسش دیگه از خانم عالمی بزرگوار پرسان کنیم و ببینیم که پاسخ چی میتونه باشه. خانم عالمی بزرگوار، یکی از مسائلی که در مورد مسئله حجاب مطرح میشه، یک پرسش ذهنی است، است که بر هیچ کس خانم عالمی پوشیدن است که اعتماد به نفس یک مسئله بسیار مهم است. یعنی یک فرد، یک انسان اگر که میخواد که در اجتماع حضور داشته باشه، ولو در حد یک اجتماع بسیار کوچک، ولو در حد اجتماعی در حد دوستان یا خانواده، یا حتی اگر بخواد که در اجتماع بزرگتر حضور داشته باشه، یک نقش و یک تاثیر بزرگ اجتماعی داشته باشه، قطعا باید که اعتماد به نفس داشته باشه. یعنی به خودش ایمان داشته باشه که من میتونم که یک کار را انجام بدم و اصطلاحا مردم ما شاید بگوییم که مثلا شرم روی نباشم، همیشه شرمگین نباشم. اگر یک نفر شرمگین باشه دیگه، حتی اگر توان انجام یک کار را هم داشته باشه، همین مسئله باعث میشه که نتونه کار را انجام بده. شاید که دوستان عزیز ما این مسئله برایشان ملموس باشه، به این خاطر که گاهی اوقات میشه که میخوایم که در یک جمعی که بزرگان هستن صحبتی داشته باشیم، قبل از اینکه ما صحبت خود آغاز بکنیم، قلب انسان شروع به تپش میکنه و ممکن که دستای انسان شروع به لرزش میکنه. من افراد رو دیدم با همین وضعیت که با این که میتونستن که حرف خوبی در جمع بزنن و از لحاظ علمی هم انسانهای پوری بودن، اما متاسفانه به این خاطر که اعتماد به نفس ابراز خود نداشتن، خانم عالمی نمیتونستن که سخن خود بگویند و یک مسئله و مشکل جدی است. میگن که یک از چیزهایی که باعث ایجاد اعتماد به نفس میشه ایست که انسان کم کم به مرور زمان خود ابراز بکنه، خوبی های خودش را، زیبایی های خودش را، وجوه جمال خودش را به دیگران نشان بده و از دیگران تایید بگیره و دیگران برش اصطلاحاً بگن چقدر تو زیبا هستی، چقدر خوب هستی. اینمی باعث ایجاد اعتماد به نفس در افراد میشه. یک سوالی که مرتبط با حجاب هست در مورد این مسئله است که خب یک خانم مثلا به عنوان مثال، زیبایی جسمیش یک چیزی است که قطعا میتونه که تایید بگیره، تایید از دیگران بگیره، بیویژه اگر زیبایی رو به دیگران نشان بده و بیویژه اگر که سعی کنه که به این زیبایی بیشتر بپردازه و خود زیباتر نمایان بکنه، کمایی که یک علاقه شخصی در بسیاری از خانم‌ها هست که میخوان خود زیبا نشان بدن و زیبایی خود را به دیگران نشان بدن و شاید دلیل علاقه شخصی همین تایید گرفتن از دیگران باشه که دیگران ازش تعریف میکنن، میگن که تو چقدر خوب هستی، چقدر زیبا هستی. همین چقدر خانم عالمی تاثیر مثبت داره برای اعتماد به نفس. وقتی که یک خانم، یک جوان، یک نوجوان، به ویژه نوجوان که احتیاج به تایید بیشتری هم داره، در اجتماع برمیآید، از خانه خارج میشه، به سرک برمیآید، زیباییش رو دیگران میبینن، تایید میکنن چقدر تو خوب هستی، چقدر زیبا هستی و این باعث میشه که اعتماد به نفس خانم، این دختر خانم هر روز بیشتر از دیروز شوه و باز فردا همین مشکلات دیگه که از عدم و کمبود اعتماد به نفس ما میگه ممکنه ایجاد شوه، در این خانم دیگه قطعا ایجاد نمیشه. همین سوال رو پاسخ بدین که آیا میتر نخواهد بود که بی‌حجابی و نداشتن حجاب باعث افزایش اعتماد به نفس میشه و نتیجه برعکس هم بگیریم، پس حجاب داشتن میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس شوه؟ قطعا بین اعتماد به نفس داشتن یا نداشتن
و حجاب و به حجابی یک رابطه ای وجود دارن. ولی این که چه رابطه ای وجود دارن، یعنی حجاب باعث میشه که اعتماد به نفس کاهش پیدا کنه و یا او را افزایش بده. خب این را ما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، بحث خود اعتماد به نفس را خیلی مختصر یک تعریفی ازش داشته باشیم. اعتماد به نفس یا به گفته روانشناسان همون سلف کانفیدنس، او باور خیشتن هست، یک شخصی که خودش را باور داره، همراه با این باورها و شناختهایی که از توانایی‌های خودش داره، یک حس ارزشمندی و رضایتی هم در کنارش داره. بله. یعنی توانایی‌های خودش را میشناسه، آنها را باور داره و میگه که من میتونم یک کار انجام، راضی است از خودش و میتونه و بسیار از خودش راضی هست. به یه حس میگه حس اعتماد به نفس. بله. در اعتماد به نفس سه گزینه نقش بسیار مهم داره. گزینه اول خود رفتار، قبل از اینکه البته باز رفتار وجود با یک حس باور طرف هست، این طرف چه باوری داره. بر باور مهمترین عاملی که باعث میشه که شخص باور داشته باشه ملاک ارزشمندی هستش. یعنی یک طرف شخص، حالا یا زن یا مرد، بر باورهای خودش، بر تفکرات خودش یک ملاکی رو برای ارزشمندی برای خودش تعیین کنه که و طبق همون ملاک‌های ارزشمندی اون ملاکی رو که برای خودش فکر میکنه که برای خودش ارزشمند هست و اونها را قبول داره و به اونها ایمان داره، بر طبق او پیش بره. و بعد از این که خودش را باور داشت، یعنی به خودش ایمان داشت که حالا من این توانایی ها را دارم، این ارزش ها در من وجود داره، بعد از او بحث رفتار هست. یعنی در رفتار شخص این نمود پیدا میکنه بر اساس همون تفکرات و باورها و ارزش ها، ارزش هایی که در خودش یافتن. و پس از او، پس از اینکه شخص خب این رفتار، این بلاک های خب ارزشمندی را در خودش یافت و اینها را و اینا را شناخت، خب این در رفتار خودش اینها را نشون میده دیگه. شما تصور کنید که حالا چون بحث حجاب هست، خب هم از همین مثال میزنیم. یک دختری باورش این هستش که خب ملاک ارزشمندی من همین ظواهر من هست، همین ظاهر من، تیپ من، چهره من و زیبایی من، این ملاک ارزشمندی من هست. من به طبق همین زیبایی و ظاهر خودم در جامعه مورد قضاوت و پذیرش قرار میگیرم. فکر میکنن که اگر که من مثلا فیشن کنم با سرک برای اون، بسیار بسیار همه مرد تایید میکنن و این تقریبا رواج هم داره بین نوجوان ها. بله دقیقا همینطور است و متاسفانه جامعه داره به همین سمت پیش میره که ملاک های ارزشمندی تقریبا میشه گفت نادرست هست. یعنی اون ملاک هایی که خب برای یک زن مسلمان در یک جامعه اسلامی هست، اون ملاک ها تقریبا اینها هم به گفته حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن که در آخر الزمان وقتی که مردم دست از امر به معروف و نهی از منکر برمیدارن، یعنی امر به معروف و نهی از منکر رها میشه، منکر معروف میشه و معروف منکر. و دقیقا ما در همین وضعیت اکنون قرار داریم که جامعه ها، اکثر جامعه دچار همین شدن که معروف ها و منکر ها جا به جا شدن. درست. و اینطوری هست که این چیزها، این مسائل مورد اقبال جامعه قرار میگیره، چرا که منکر و معروف همون منکر و معروف خودشان نیست، اینها جابجا شدن. و برمیگردیم سر هم بحث اعتماد به نفس خودمان. خب این دختر ما میگیم باورش این هست که خب ملاک ارزشمندی من ظاهر من هست و من با نشان دادن ظواهر خودم میتونم در جامعه مورد پذیرش قرار بگیرم. خیلی در رفتار خودش هم نشان میده و بعد از اینکه ای در رفتار خودش، یعنی در سطح جامعه با نوع پوششش، با طرز آرایش خودش این رفتار را در جامعه نشون داد، یک حس خوشایند به دست میده که خب حال من پس یک شخصی هستم که مورد تایید همه هستم، متشخص هستم، بسیار همه به من احترام میگذارم و ممکن هست همینطور هم باشه و ممکن هست نباشه. ولی او خودش یه حس در خودش داره، بنابراین اعتماد به نفس در این خانم ایجاد میشه، در این شخص
حال او اعتماد به نفس هر چند که ملاک ارزشمندیش نادرست و اشتباه باشه در او ایجاد میشه. بنابراین اعتماد به نفس نقطه شروعش باور هست و با یک حس خوشایند این اعتماد به نفس به اوج کمال خودش میرسه. حال ما شما فرمودین که یکی از سوالاتی که مطرح میشه در بین جامعه، یعنی از مباحثی که در جامعه وجود داره، یکی میگه حجاب مانع افزایش اعتماد به نفس میشه و از اون طرف بی‌حجابی اعتماد به نفس را افزایش میده. خب ما مطابق با این تعریفی که از اعتماد به نفس داشتیم، آیا حجاب عامل افزایش اعتماد به نفس این دختر بوده؟ من فکر میکنم که بیشتر از همه چیز انمو باور فرد هست که تاثیرگذار است. برای چون طبق باور خودش عمل کردم، پس بر اعتماد به نفسش افزوده شدم. دقیقا همینطور است. یعنی خود قانون حجاب، خود فلسفه حجاب اعتماد به نفس را یا بی‌حجابی، عدم بی‌حجابی اعتماد به نفس را به او نداده، بلکه او برای خودش یک ملاک را انتخاب کرده و مطابق با او ملاک پیش رفته. بله بله. و همین ملاک را میتونه یک خانم محجبه برای خودش بسازه. برای خانمی که محجبه هست بگه خب من ملاک ارزشمندی من فقط ظواهر من نیست، چرا که ظاهر هم برای من مهم هست. بله. قطعا برای هر، چرا که اگه شخصی خب خیلی ظاهر شلخته هم داشته باشه، به او میگن آدم بی اعتماد به نفسیه، چرا که خودش باور نداره، میگه خب من بیش درجه از کمال و اقبال نمیتونم برسون، بنابراین خودش رها میکنه. یعنی ما این شخص هم قابل قبول نیست، او برایش تا حدودی ظواهر مهم است، اما در کنار اینها ملاک ارزشمندی را او کمالات انسانی خودش قرار میگیره. ممکن هست استعدادهای درونیش باشه، ممکن است تحصیلات دانشگاهیش باشد، یا هر هنری که داشته باشه، یک زن خانه‌دار خیلی خوب بودن، یک مادر خوب بودن، اولادای خوب تربیه کردن. دقیقاً اینها همه میتونه یک گزینه‌های خوبی برای ملاک ارزشمندی باشه. خب این شخص وقتی این ملاک‌ها رو برای خودش در نظر بگیره، مطابق با هم ملاک‌ها گفتیم، قدم بعدی چی هست؟ رفتار هست. بله بله. از او رفت چه رفتارهایی سر می‌زنه؟ بگه خب برای من ظواهر تا حدی مهم هست که نتونم که در جامعه خب خیلی شکل ناخوشایند نداشته باشم. بله. ولی اینطور نیست که من صرف فقط با ظواهر خودم در جامعه ظاهر بشم. ملاک های انسانی خودش در نظر میگیره و یک حس خوشایند به او دست میده و به راحتی میتونه با یک حجاب کامل در جامعه ظاهر بشه و اعتماد به نفس کافی رو هم داشته باشه و از این لحاظ هیچ مشکل نداشته باشه. بنابراین خود اعتماد به نفس که در افراد هست، حالا میگن که کسی که به حجاب هست اعتماد به نفس زیادی داره و از اون طرف او کسی که محجبه هست تحت فشارهای او پوششی که داره اعتماد به نفس کمی داره، اینها همه برمیگرده خودشان به همین ملاک ارزشمندی، نه بحث حجاب. یعنی ما باید خانم آرمی باور خودمان را اصلاح بکنیم اگر که میخواییم که با حجاب باشیم یا یک جامعه با حجاب داشته باشیم. قدم اول اصلاح کردن باورهاست، ارزش‌هایی که ما و اولادای ما و اطرافیان ما با او ارزش‌ها پایبند هستند. اگر که او ارزش‌ها رو من اصلاح نکنم، برای یک جامعه مسلمان قطعا ارزش‌های دینی بسیار ارزشمند هستند و ارزش محسوب میشن مسائل دینی. اگر که دین رو در نهاد افراد جامعه قرار ندم و نهادینه نکنم، بعد قطعا باعث میشه حجاب داشتن خانم ها باعث کمبود اعتماد به نفس خانم ها میشه، چون در نهاد خودشان اون ارزش را، اون مسئله را با عنوان ارزش اصلا نمیشناسن. حجاب داشتن را و رعایت کردن قوانین خود را با عنوان ارزش اصلا نمیشناسن. وقتی که نشناسن برایشون فشار وارد میشه و برعکس اون ارزش های دیگه که شما فرمودین که خودسازی و ظواهر و زیبا کردن خودشان در منظر دیگران باشه، خب وقتی نمیتونن کار انجام بده عذاب میکشن. چرا که همین افرادی، حالا شما فهمیدن در ادامه فرمایش شما، خب این افراد رو شما همین فرد رو تصور کنید که وقتی به او را اجبار کنیم که در یک محیطی حجاب داشته باشه، تحت تاثیر داشتن او حجاب، چون مطابق با باورهایش نیست دیگه، بله بله. احساس تحقیر و
کمبود میکنه، چرا که فکر میکنه که الان ما با این پوششی که دارم الان برای افراد مورد توجه نیستم، چرا که همیشه این افراد خب به دنبال تایید گرفتن، مهر تایید گرفتن از دیگران هستن، دوست دارن که همیشه در جامعه مورد تایید قرار بگیرن. بنابراین وقتی که در شرایطی قرار بگیرن که اینها حجاب داشته باشن، قطعا او حس بی‌ارزشی و تحقیر به اونها دست میده و احساس میکنن که هیچ چیز برای ارائه ندارن. و واقعا ممکن هست برخی از این افراد نداشته باشن، این کسانی باشن که واقعا استعدادهای درونی دیگری اگر داشته باشن هم به دنبال او شکوفایی و استعدادها نباشن، چون به قدری به این ظواهر توجه کردن که اینها نمیتوانن غیر از ظواهر به چیز دیگری پناه ببرن و در پشت حجاب ممکن است به راحتی اینها بشکنن و احساس کمبود اعتماد به نفس داشته باشن. و همینطور هست که ما میبینیم خانواده ها متاسفانه الان جامعه زنان ما بیشتر، و البته این شامل آقایان همیشه که وقت و هزینه خیلی زیادی را صرف ظواهرشان میکنن، چه از مواد آرایشی گرفته تا انواع اعمال جراحی، برای که اینها بتوانند در جامعه مطابق با معیارهایی که برایشون معرفی شده از طریق ماهواره پیش برن و اینها جا نمانند که مبادا اگر ذره از این مدهای جامعه خب اینها جا بمانند احساس کمبود به آنها دست میدن، چون همیشه اینها عادت کردن که به ظواهر خودشان برسن. و متاسفانه این یک ایراد خیلی بزرگی داره و این هست که اگر ملاک ارزشمندی که همونطور ما گفتیم که خود فلسفه حجاب باعث کاهش یا افزایش اعتماد به نفس، اون ملاک ارزشمندی اگر در جامعه درست برای افراد معرفی نشه، این باعث میشه که همین شخص خودش که درست هست که حالا بگه خب من ملاک ارزشمندیم ظاهرم هست، من همین تیپ و فشنی که دارم خواه همین باعث میشه که من در جامعه ارزشمند جلوه پیدا کنم و با یک اعتماد به نفسی حضور پیدا کنم. ولی آیا واقعا این اعتماد به نفس یک اعتماد به نفسی پایدار و همیشگی هست؟ قطعا نیست. این مود و فشن پایدار و همیشگی نیست و انسان قرار نیست که تا آخر زندگیش جوان باشه، زیبا باشه، مقبول باشه. آدمی زاست سگه یک زمان که به دنیا میای یک طفل خورد است بزرگ میشه، جوان میشه، یک زمان یک پیر فرتوت میشه و این زیبایی ها یک روز از دست از ما مرن. قطعا دقیقا همینطور است. ممکن است حتی اگر بگیم خب ممکن است با گذشت زمان حال طولانی باشه، ممکن است یک اتفاق برای یک نفر بیفته که در یک چشم به هم زدن او زیبایی خودش را از دست بده یا او جاذبه های جسمی خودش را از دست بده و این ممکن است برای همیشه اعتماد به نفس خودش را از دست بده و بگه خب من اون چیزی که برای من در جامعه برام خیلی ارزشمند بود حالا من او را دیگه ندارم و دیگه نمیتونم در بین مردم ظاهر بشم. بنابراین این ملاک ارزشمندی بسیار مهم است. و از طرفی هم خب زیبایی یک مسئله هست که می‌بینید که دست بالای دست فراوان هست. من هر چقدر که یک شخص خودش رو زیبا و زیباتر کنه، باز هم از او زیباتر ممکن است در جامعه باشه. درست. و اگر خیلی به قضیه دامن بزنه و برایش اهمیت داشته باشه، بالاخره او هست کسایی که از او زیباتر هستن و ممکن است با دیدن اون افراد خب باز هم دچار افسردگی بشن و ای به در دراز مدت قطعا اعتماد به نفس او را از بین خواهد برد. درست. پس نتیجه ای که من به عنوان یک فرد مسلمان باید اگر که احساس میکنم که حجاب داشتن و رعایت کردن حجاب باعث کمبود اعتماد به نفس از من میشه، من باید به نظام ارزشی که در درون از من وجود داره شک کنم و در اینکه من حقیقتا به اسلام اعتقاد دارم شک کنم. اگر که اون چیزی که من برش باور دارم اسلام باشه و دستوراتی که خداوند متعال بر از ما فرموده، قطعا حجاب باعث افزایش اعتماد به نفس در ما میشه. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-413 را شما عزیزان از یاد نمیبرید. شماره تماسی است که اختصاص داده شده به برنامه خودتان و شما بزرگواران میتونید که از طریق واتساپ با همکار نظمه در ارتباط شوید. اگر کدام سوال در مورد
موضوع همین برنامه دارید، همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ سوال خودتان را روان بکنید. قطعا سعی میشه که در همین برنامه انشالله در سوالات شما عزیزان و بزرگواران پاسخ داده شود. ما در فضای مجازی هم حضور داریم، شما بزرگوارت میتونید که برنامه خودتان، برنامه روشنا را از طریق کانال یوتیوب شبکه هادی تیوی دری یا در آپارات یا در اینستاگرام، تلگرام و دیگر فضای مجازی دنبال کنید و ببینید و نظرات خودتان، انتقاد، پیشنهاد یا سوالاتی که دارید را میتونید که از طریق همون فضای مجازی هم کامنت کنید. ما بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما بزرگواران را ببینیم. خب یک سوال دیگرم از کارشناس محترم خانم عالمی بزرگوار پرسان کنیم در همین رابطه. خانم عالمی، یک سوال دیگه که در رابطه با همین مسئله حجاب ممکنه که ذهنها را درگیر بکنه است که نمیشه که خانم عالمی یک تدبیری اندیشیده شود که بگویم که حجاب ها متفاوت باشد در شرایط مختلف، در جامعه های مختلف، برای افراد مختلف. مثلا بگوییم که یک فردی که مثلا در کشور غربی زندگی میکنه که ملاک عفت، ملاک تقوا در او جوامع متفاوت هسته برای خانوم ها، مثلا خانوم مسلمان یک سطح حجاب کمتری داشته باشه، مثلا نیاز نباشه که سر خود حتما بپوشانه، گردن خود بپوشانه، یک حدی که در همون جامعه مورد قبول است به عنوان یک زن عفیف. یا مثلا در یک جامعه که جامعه بسته‌تر هستم، مثلا در یک جامعه، در یک قریه در افغانستان که مردم بسیار بسیار سنتی هستن، بگوییم که در اونجا حجابی که واجب هست بر گردن زنها مثلا تمام پوشاندن کل بدن باشه و حتی صورت و چشم ها هم باید بپوشونه، اون واجب است. یعنی متغیر باشه حد حجاب. یا برای افراد بگوییم برای یک خانومی که مثلا 40 ساله است یک رقم حجاب باشه، برای یک دختر خانومی که مثلا 12 سال است یا 15 سال است یک رقم حجاب باشن، یا برای مشاغل یک نفر خانومی که در یک شغل داره هست یک حجاب مختلف داشته باشه از خانومی که در یک شغل دیگر، از خانومی که پایلت و خلبان است یک شغل داشته باشه، خانم معلم و دکتر یک مدن های که حجاب دیگر داشته باشه. متفاوت باشه حجاب ها، متغیر باشه با توجه به شرایطی که خانم در شرایط حضور داره. اگر این رقم باشه بهتر نخود بود؟ قانون کلی حجاب همونطور که در قرآن آمده، خب که ما در برنامه های اول هم گفتیم، یک حد اقلی و یک حد اکثری داره. حد اقلش همین پوشاندن سر و گردن بود و حد اکثریش هم پوشیدن یک لباسی که تمام بدن رو بپوشانه. حالا ممکنه شامل چادر مطابق با جامعه باشه یا هر نوع لباسی که همین تعریف رو داشته باشه. ولی اینطور که شما میفرمایید که این قانون برای افراد متغیر باشه، یعنی که افراد مطابق با جامعه خودش، مطابق با شرایط خودش، این حجاب برای اونها متفاوت می بود. حالا ما میگیم این قانون کلی وجود داره، ولی مصداقهای این قانون، مصداقهایی را چی تعیین میکنه؟ ما قطعا اینجا ما نیاز به یعنی دست کمک میبریم به سمت عرف. اینطور نیست که قرآن اگه گفته باشه که سر و گردن را بپوشانید پس همون مقنعه هست و بس و دیگر هیچ گونه نوع پوشش دیگه نمیتونه شامل ای باشه. تا یک حدی عرف میتونه اینجا دخالت کنه که این مصداق را در جامعه بکشه بیرون و به افراد معرفی کنه و بگه که خب شما که در اروپا زندگی میکنی، خب شما مصداق شما میتونه یک روسری باشه، حتی اگر روشن باشه، حتی اگر رنگی باشه که در یک جامعه بسته تر ممکن است این شامل خودنمایی و تبرج باشه، ولی تو در یک کشور اروپایی میتونی از این روسری استفاده کنی، از یک تیکه پارچه استفاده کنی برای پوشاندن سر و گردن خودت. یعنی عرف فقط تا این حد مجاز هست که مصداق ها را برای افراد مشخص کنن و تعیین کنن. یا همونطور که شما فرمودید در یک جامعه ای که سنتی هست، مثل در یک روستایی که دور افتاده که در افغانستان هست، خب یک نوع لباس های سنتی دارن، همین لباس های سنتی همونطور که در جامعه خودشون نشانه حجاب و پوشش هست، همون میتونه برای اونها
نشانه پوشش و حجاب باشه. عرف میتونه، ولی باز هم در چارچوب همین قوانینی که قاعده که خداوند متعال در قرآن کریم گفته. یعنی نمیتونه بگه که خب پس شما که حالا در تابستان هوا سرد هست، هوا گرم هست و احساس گرم میکنی، بنابراین میتونی که روسریت رو باز بگذاری و گردنت باز باشه. این همچین چیزی در عرف اجازه نداره که مجوزش صادر کنه برای افراد. یعنی عرف قابلیتی نداره که در اون قانون اصلی حجاب تغییر وارد تغییر ایجاد کنه، ولی میتونه که مصداقهایی رو در چارچوب و خط همین قانون خداوند متعال تعیین کنه برای افراد. ولی اینطور که بگیم که برای افرادهای مختلف در جاهای مختلف قانون مختلف داشته باشه، بگیم خب یک زنی که یک پایلوت هست خب در خلبان هست این لباس خلبانی بپوشه، یا زنی که دریانورد هست یا قواس هست بگیم لباسهای قواسی بسوزه، خب لباسهایشون اصلا مناسب یک زن نیست دیگه. ما بگیم که اینها را خب مهر تایید اسلام بزنه و برای همه افراد یک قانون جداگانه تعیین کنه و وضع کنه، این کار نشودنی هست و نمفید هست. شودنی نیست، چرا که بسیار متعدد خواهد بود. ما همطور که می‌بینیم زنی که امروز در جامعه هست او زن قدیمی نیست که فقط صرف در یک خانه باشه. ما بگیم تقسیم بندی کنیم، ببینیم که خب زنهای خانه‌دار و ایتور و ایتور، اما زن می‌بینید که پا به پای مردان در جامعه وضوع دارن. تقریبا میشه گفت در هر جایی که مردان هست همیشه زنان در کنار آنها هستند. یعنی جایی نیست که زن نباشه، حتی در فضا هم زنان هستند. و این واقعا مشکل هست. یعنی نمیشه که برای هر فرد یک قانون مستقل باشه که بگیم خب این زن پایلوت، زن فضانورد این طور باشه، زن خانه‌دار، زن قاری قرآن این شکل حجاب داشته باشه. این شدنی نیست. و از اون طرف هم مفید فایده هم نخواهد بود. چرا؟ چرا؟ چون اگر این قوانین متعدد باشن، شما تصور کنید اگر ما گزینه‌های زنان رو در نظر بگیریم 100 یا 200 دانه مدل از حجاب معرفی کنیم و 200 مدل قانون وجود داشته باشه، این تطبیقش هم بالای افراد بسیار کار مشکلی هست. ما یک قانون داریم، همین تطبیق دادنش بسیار دشوار است، اینقدر مشکل هست. باز اون قانون بشه، باز اون مصداق تبدیل به مصداق‌ها بشه، عرف وارد بشه، این بسیار مشکل هست و واقعا شدنی نیست. چرا که هم عسر و حرج برای شخصی که حجاب را میخواید و طالب هست، برای او هم عسر و حرج هست، چرا که او نمیدونه که واقعا در بین این از تعدد قوانین من شامل کدام میشم. این هم برای شخصی که حجاب را طالب حجاب هست هم سخت هست. و از او طرف هم یک راه گریزی هست برای کسانی که حجاب را قبول ندارم، چرا که میتونم به راحتی از هر گزینه ای اینا شانه خالی کنم، بگن خب من مصداق این نمیشم، پس ممکن است به راحتی از این قاعده و قانون خودشون رو مستثنا کنن و بگن خب ما شامل این قانون اصلا نمیشیم. درست. الان یک دنه قانون حجاب داریم خانم عالی بزرگوار. من بسیار افرادی میبینم که خود ظاهر افراد مسلمان معرفی میکنن متاسفانه، ولی کن براحتی از این قانون شانه خالی میکنن و خود استثناء میدانن. یک قانون داریم، اگر که 200 قانون داشته باشیم که دیگه بسیار کار خراب میشه. واقعا همینطور است و اون مسئولیتی که بر عهده افراد میشه. خب ما یک قانون که وقتی از یک طرف قانون وجود داره، از اون طرف برای افراد یک تکلیفی هم هست. این مسئولیت و تکلیف ممکن هست خیلی از افراد از اونها شانه خالی کنن و این مسئولیت را خب درست انجام ندن. و واقعا این حجاب هم یک بحثی هست که یک بعد اجتماعیش بسیار مهم هست و پررنگ هست. و از طرفی هم خب حجاب یک امر نسبی هست. یعنی طور هست که بعضی ها میگن خب حجاب یک امر نسبی هست، زن اصخایی میکنم زیبایی زنان و جذابیت زنان یک امر نسبی هست. یعنی میگن که خب بعضی از زنان هستن که اصلا هیچ جذابیتی ندارن، زیبایی ندارن، هرچند که جوان باشن. یعنی از دیدگاه زنان هم ما مطرح میکنیم، ممکن است یک مرد این دیدگاه را نداشته باشه، میگه خب من فلان شخص رو دیدم با یک چهره نازیبایی هست، خب فلان مشکل در صورتش هست، یا با خود توجه میگم، میگم من
چرا رقم مثلا زد زبانتون کس مرد نگاه نمیکنه نگاه که نمیکنم. حالا من حجاب بکنم؟ حالا ممکن است که ناشی از اعتماد به نفس کمش باشه یا برمیگرده به دیدگاه او، چرا که دیدگاه یک زن نسبت به او خودش با یک مرد نسبت به او بسیار متفاوت هست. بله. چرا که او دارد با چشم خودش را قضاوت میکنه. ولی ما میبینیم که پیام های تاثیری را مردها خیلی به شکل قوی تر دریافت میکنن. اونها از نگاه از لحاظ بصری و نگاه بسیار حساس تر هستن به مسائلی، ممکن هست اونها دقیق باشن و حساس باشن که اصلا هیچ برای زنان جذابیت نداشته باشه. یعنی خب یک زن از نگاه زن برای خودش را داره قضاوت میکنه، ولی مرد اون نگاه و ادراکات جنسیش کاملا متفاوت هست. متفاوت هست. برای همین خب نمونهش رو ممکن است ما در جامعه زیاد ببینیم که زنانی که ممکن است از دیدگاه ما مقبول نباشن، زیاد پسندیده نباشن، ولی همین ها با مردانی بسیار خوشبخت هستند و زندگی میکنن و واقعا میبینیم که چقدر اینها مورد اقبال قرار میگیرن برای گروهی. ولی از دیدگاه ما ممکن است اینها افراد جذابی نباشن. بنابراین ای که مثلا میگن که خب این قانون پس برای این افراد خب اینا لازم نیست که اینا حجاب اوطور که او کسی که البته این یک در این حالت عادی میشه گفت که زنی که بسیار زیبا هست قطعا باید خودش بیشتر بپوشانه. بله. چرا که برخی از حکم میکنه. چرا که ممکن است مثلا برخی از ما زنان رو میبینیم که به قدر چهرهشون زیبا هست که انگار اینا آرایش کردن. خب ولی طبیعی اینطوری هستن. خب این نمیتونه بگه که چون من خب طبیعی هستم بنابراین من هم وچ و کفین. خب چون ممکن است حالت نمایان بودنش خیلی بیشتر باشه، خیلی بیشتر ممکن است مورد توجه قرار بگیره، برای همین باید بیشتر خودش رو بپوشونه. ولی اینطور نیست که ما بگیم که پس او کسی که نازیباتر هست خیلی زیبا نیست، البته از دیدگاه ما، پس او هیچ دیگه نیاز نیست که موهایش دیده نشه و هیچ نیازی نیست که او خودش رو حجاب نداشته باشه. بله. و ما نمیتونیم که خانم عالی بزرگوار قضاوت بکنیم در مورد زیبایی بقیه که فلانی چون نازیباست پس حجاب نداشته باشه، هم هیچ عیب نداره. ممکن که همطور که شما فرمودید به نظر صدها نفر دیگه او زیبا برسه، اصلا زیبایی یک امر نسبی است. یک نفر ممکنه که به نظر خودش نازیبا و زشت برسه ولی صد نفر دیگه از او خوششون بیایه و به نظرشون خوب باشه. بسیار بسیار تشکر میکنم از شما. بله، متاسفانه فرصت برنامه به اتمام رسیده. ما با لحظات ملکوتی اذان و نماز به افق شهر بسیار بسیار زیبای کابل هم نزدیک میشیم. عزیزان و بزرگواران، در هنگام نماز و دعا ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. عزیزان، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 هم که شماره است که اختصاص داشته به برنامه شما، و شما عزیزان و بزرگواران میتونید که از طریق واتساپ با ما در ارتباط شوید. هر سوالی که در مورد موضوعات مختلف برنامه دارید برای از ما روان کنید. اگر کدام موضوع پیشنهادی هم دارید ما بسیار خوشحال میشیم در مورد موضوعات پیشنهادی شما هم با کارشناسان محترم برنامه صحبت بکنیم. شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. به همراه کارشناس محترم برنامه از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.